الله الرحمن الرحیم. الان کانون این زلزله که دیشب ساعت 9:40 دقیقه دیشب بوده، دشت ذهاب هست، منطقه دالاهو و دشت ذهاب، سرپل ذهاب، که متاسفانه تعدادی از روستاهای شمال شهر سرپل ذهاب و خود شهر سرپل ذهاب با روستاهای اطرافش مقداری تخریب شده و الان تعداد تلفات به بالای 300 تا رسیده، ولی به نظر میرسه که تعداد کم دیگه ای ممکنه از زیر آوارها مونده باشن که در حال در واقع اقدام هستن. شهر بین و روستاها بین ارتش و سپاه و ارتش و سپاه تقسیم شده. شهر سرپل ذهاب ان شاء الله برای ارتش با توجه به اینکه اینجا یکان داشتن، پادگان داشتن، داره رسیدگی میشه و روستاهای اطراف که تعدادش هم زیاد هست به نیروهای سپاه برای امداد رسانی و آواربرداری احتمال اونایی که باقی مونده در واقع تقسیم شده و ان شاء الله داره انجام میشه. مشکلاتی که مردم دارن بیشتر چادر هست و آب و غذا در نوبت بعدی، که اینها در راه هست از استانهای اطراف، از خود کرمانشاه، هلال احمر، امکانات سپاه هم در واقع بسیج شده، داره میرسه که انشالله توزیع بشه بین مردم و انشالله دیگه برای شب امیدواریم چادرها برسه که مردم تو سرما اذیت نشه. تصور میکنیم کار جستجو هم تا پایان امروز قبل از تاریکی تموم میشه؟ بله فکر میکنم بله، با توجه به اینکه حالا مناطق اینجا، روستاها اینجا تو منطقه جنگی بوده، در زمان جنگ خراب شده بوده و بعد از جنگ دوباره مجددا ساخته شده بوده، معمولا ساختمان ها تازه ساز هست، ساختمان روستاها، روستای اینجا، تصور اینکه روستای مرزی معمولا در همه جای دیگه روستای گلی و خشتی و قدیمی هست، تقریبا اینجوری نیست. خوشبختانه اکثر ساختمان ها بعد از جنگ ساختمان های تازه تأسیس و خوب ساخته شده و تخریب نشده. ممکنه دیواری از این ساختمان خراب شده، بعضی از ساختمان های قدیمی که گلی هست خراب شده و با توجه به این نکته من فکر میکنم که کارآوری تا امشب انشالله تموم میشه. و مناطق صعب العبوری که امکان دستیابی بهشون سخت هست چی؟ نه، مناطق اینجوری نداریم. خوشبختانه اینجا بله اکثر روزهاش جاده داره دسترسی، از مناطق صعب العبور آنچنانی نیست.